مرکز بیروت پایتخت لبنان از ساعتی پیش صحنه درگیری نیروهای امنیتی با معترضان به وضعیت کشور است. گزارش‌های از زخمی شدن حدود 70 نفر منتشر شده. موج تازه اعتراض‌های لبنان از دیشب آغاز شد که حدود 400 زخمی به جا گذاشت. سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان از سیاستمداران خواست دولت جدید را هر چه سریع‌تر تشکیل دهند تا به مطالبات معترضان رسیدگی شود. مهدی بیگی گزارش می‌دهد. طوفان بعد از آرامش، بعد از وقفه کوتاه در پی اعتراض‌های مسالمت‌آمیزی که از 3 ماه پیش شروع شد. امروز از ساعتی پیش درگیری‌ها در اطراف ساختمان مجلس شروع شد. در ادامه درگیری‌های شدید دیشب، شلیک گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی از سوی پلیس و پاسخ معترضان با سنگ و مواد آتش‌بازی. دیشب قبل از درگیری‌ها معترضان به سوی مرکز شهر راه پیمایی می کردند. اما با نزدیک شدن به پارلمان، شماری از آنها شروع به پرتاب سنگ به سوی مأمورانی کردند که مسیر پارلمان را سد کرده بودند. در اوج درگیری ها، چادرهای معترضان در یکی از میدان ها به آتش کشیده شد. اقتصاد لبنان رو به سقوط است. مردم جیبشان خالی است. با ادامه این بحران ارزش پول لبنان تقریبا نصف شده. معترضان خسته شدند. الان بیش از 3 ماهه که پاسخی از دولت نگرفتند. اینکه آیا تغییرات صورت میگیره، انتخابات برگزار میشه و دولت جدید سر کار میاد یا نه. تا حالا هر چیزی که خواستن برآورده نشده. در این حال فشارهای بیشتری بر مردم وارد میشه. قطعی برق بیشتر شده. بانک ها پول مردم رو بهشون نمیدن و کنترل سرمایه انجام میشه. اینجا معترضان خشمشان را به سیستم بانکی و محدودیت برداشت پول از حسابهایشان به ساختمان انجمنهای بانکی نشان می‌دهند. کشور نخست وزیر ندارد. سعد حریری 3 ماه پیش استعفا داد. فعلا سرپرست موقت است. سیاستمداران بر سر تشکیل دولت تازه به توافق نرسیدند. ساختار سیاسی و مذهبی لبنان پیچیده است و این تشکیل دولت را سخت کرده. معترضان خواهان دور ریختن نظام کهنه متکی بر تقسیم بندی های مذهبی و روی کار آمدن تکنوکرات های بی طرف هستند. از سوی دیگر واکنش شدید پلیس و بازداشت معترضان در روزهای اخیر باعث نگرانی گروه های حقوق بشر و فعالانی شده که می ترسند دولت قصد سرکوب معترضان را داشته باشد. صحنه هایی که این روزها در بیروت دیده می شود یادآور 15 سال جنگ داخلی این کشور است. جنگی که حاصل آن سیستم سیاسی لبنان مدرن بود. روشی که حالا به نظر این معترضان دیگر کارایی ندارد و باید تغییر کند. مهدی بیگی، BBC. معترضان در عراق امروز هم در بغداد و نجف به خیابان ها آمدند. این اعتراض ها که به دنبال تنش های اخیر ایران و آمریکا برای مدتی فروکش کرده بود دوباره در جریان است. معترضان خواستار اصلاحات جدی در روش حکمرانی در کشور هستند و مهلت 1 هفته ایشان به دولت برای اجرای وعده هایشان فردا تمام می شود. از شروع اعتراض ها حدود 100 روز پیش تا کنون بیش از 450 نفر جان خودشان را از دست دادند. میرزاده کهن روز گزارش می‌دهد. مردم عراق می‌گویند خستند. از سیاستمداران، از حضور و دخالت خارجی ها، از دعوای ایران و آمریکا و هر چیزی که کشورشان را سال هاست به بن‌بست کشانده. آنها بیش از 100 روز است در خیابانند و در حال اعتراض. خواستانان اصلاح نظام کنونی. مهلت 1 هفته ای آنها به دولت برای اجرای وعده ها فردا دوشنبه تمام می شود. افزایش تنش میان ایران و آمریکا این حرکت های اعتراضی را برای چند وقت آرام کرده بود، اما معترضان اینجا در بغداد دوباره به خیابان ها بازگشتند. مردم از سر صبح اومدن بست بشینن. اونا تو چادرهاشون خوابیدن و تحصن ادامه داره. پلیس ضد شورش که ضد مردمان گاز اشکاور زدن و تیر جنگی استفاده کردن. چند نفر زخمی شدن. از تیر جنگی استفاده کردن. بعضی از این گلوله ها که علیه ما استفاده کردن رو به عنوان مدرک جمع کردم. این گلوله است. معترضا فقط پرچم عراق دستشونه.
برخوردها خشن بوده. از زمان شروع اعتراض ها بیش از 450 نفر کشته شدند. این اعتراضات دیروز هم کشته داد. خواست معترضان مشخص است. برگزاری انتخابات جدید بر اساس قوانین رای دهی تازه، انتخاب نخست وزیر و سپردن مقام های فاسد به دست عدالت. اول اینکه ما از حاکمانمون که 16 سال این کشور دستشون بوده خسته شدیم. حقمون رو از ما گرفتن، کشور رو نابود کردن، عراق رو هزاران سال به عقب بردن. همه ملت‌های جهان خوشحالن الا مردم عراق که دارن زیر یوغ فقر درد میکشن. اما در نجف، مرکز قدرت سیاسی شیعیان در عراق، وضعیت بهتر نیست. اعتماد به سلامت نظام سیاسی از بین رفته. در نظر معترضان، فساد سیاستمداران عراق را به ورشکستگی رسانده. ما به اعتراضا ادامه میدیم. خسته هم نمیشیم. اگه فکر میکنین ما از هوای سرد خسته میشیم و با جلوگیری از رسیدن غذا و چادر از گرسنگی میمیریم، ما حالمون خوب و راضیم. فردا خونه مقامات و مراکز همه احزاب رو آتیش میزنیم. نمیخوایمشون. ما شما رو نابود میکنیم. حدود دو دهه پس از تهاجم آمریکا به عراق و سرنگونی حکومت صدام حسین، عراقی ها همچنان رسیدن فردایی بهتر را تمنا می کنند. مرسد کوهنروز، بی بی سی.